دوباره خوش آمدین ادامه صبح زندگی بخش نبز سلامتی جناب دکتر عبدالستار زرداد متخصص داخله و استاد پانتون با ما هستند در رابطه با گرفتن واکسین و اهمیت واکسین میخوایم بیشتر صحبت داشته باشیم و همچنان همکار خوب ما در رادیو آریانا هستند که هفته سه روز یک شنبه سه پنج شنبه برنامه های تی بی دارند کمپاین واکسین های دوره ای اطفال تا یک سالگی به شمول پولیو از وزارت صحت در سرتاسر سر, سر کشور آغاز گردیده است از خانواده هایی که اطفال یک سال دارند تقاضا می شود تا به کودکان خود در پنج مرحله واکسن های داده شده را انجام دهند و فرزندان خود را از بیمارهای های و کشنده حفاظت بکنند در بخش نبض سلامتی این موضوع را بیشتر صحبت های می داشته باشیم جناب دکتر سلام صحبتتان بخیر خوش آمدین به صحبت زندگی سلام خدمت شما خدمت تمام هموطنان عزیز ما ما هم چنان صحت و سلامتی به همه ایشان دارم و یک انشالله شما رو بسار پر انرژی میبینم ما هم انرژی میگیرم سپاس جناب دکتر سب که لطف کردین یک شمه 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 شنبه سه شمبه پنج شنبه شنوانده های عزیز شنوانده هستن امروز هم شنبه بازم هم بیننده باشین و هم شنوانده جناب دکتر سب در مورد واکسین ها هم ما همیشه در برنامه خود یاد میکنیم بیاین بدونیم بیشتر عزیز ما در قرا و قصبات هر جایی که زندگی میکنه بفهمن که واکسین چی هست بسیار تشکر از اینکه ما را وقت دادین ام... هرچند یک معلومات بسیار خوب هر کس میتونه داشته باشه نظر به ای که امروزه میبینیم در صفات اجتماعی در تلویزیون سر واکسین جا صحبت میشه ام. من مقدر میتونم بگویم که واکسین مضر نیست واکسین یک چیزی است در بدن ما معافیت ایجاد میکنه بسیار ساده هم هست اگر تعریفش بتیم بله یک پروسیجری که در مقابل یک نوع میکروبی خواست یا در مقابل یک مرض سرطانی بدن ما را ماف بسازن و مزیر میمانیم واکسین بسیار ساده است <تصفح> مثلا شما میفهمید یک وقتی بسیار امروز بسیار سادهی که امروز یادم مراوج است بسیار کشنده بوده بله و امروز اصلا سطحی گرفته میشن دلیل سطحی گرفتنشان استفاده از واکسین است واکسین در کل چی هست؟ ذاتن واکسین یا میکروب ضعیف شده هست خودمون میکروب است اما ضعیف شده در لابراتوار یا است از که نمی واکسین توکسین یا زهر همون میکروب هست یا است که اونمون میکروب است کشته شده در بین لابراتوار یا ای هست که از پروتین هایی که پتوجین هستند مرزا هستند در بدن انسان اونها وا گرفته شدن و به بدن انسان زرق میشه حتما سوال پیدا میشه که دلیل استفاده از این چیه؟ صد فیصد. این بسیار جالب است. ما گفتم یا کشته شده است، یا ضعیف شده است، یا پروتین های پاتوژن هستن یا بالاخره توکسینشان هست. وقتی که ما ایره به بدن انسان زرق میکنیم، بدن انسان یک سیستم داره به نام سیستم معافیت دفاعی. بسیار جالب هست. و مجرد که این می میکروب ضعیف شده به بدن انسان داخل میشه، سیستم دفاعی بدن فعال میشه و در مقابل از او از خود دفاع میکنه. خوبی کار در کجاست اوه. بر لوی از یک اونمو پروتین یا میکروب ضعیف شده را میکشن امی آنتی بادی هایی که ساخته میشه در بدن ما باقی میمونه بله چی کمک ما میکنه کمک تو میکنه که بدن ما به اونمو میکروب آشنا میشه دقیق و وقتی که ما دفعه دگی یا بر بار بعدی مواجه با این میکروب میشیم عاجل که در سیستم دفاعی فعال است اون میکروب اجازه نمیده که در بدن ما مرض تولید کنه یا اگر تولید میکنه به شکل بسیار خفیف و از بین میبره بگ مثال ساده میتونم. طور مثال شما در نظر بگیرین. یک طفل ما با خاطر سرخکان واکسین میکنه. اساسا ما میکروب سرخکان در بدن طفل زرق میکنه. بله. و بدن طفل آگاه میسازیم که امکان داره تو با این میکروب در آینده مواجه باشی. و اگر یه فرد یا طفل دفعه بعدی مثلا با مچز مو مواجه میشه، بر لویزی که میکروب در بدن ازیم مثلا چی ایجاد نمیکنه میکروب مرض ایجاد نمیکنه با بسیار سادگی و آسانی بدن ما اون میکروب از بین میبره ما یک مثال بسیار شایع و آسانشه که همه بایی بلد است میتون مثلا کرونا یک یک مرز مالک و کشنده بود بود بله و چقدر مردم ما را تلف شد از تنها در ما که در دنیا تلف شد در بله ما شاید بود و چقدر مردم مثلا از او آزارده بودن چقدر ترس وجود داشت و جالبی بود که هیچ مثلا کل دنیا در تلاش از این نبود که مرض کرونا را تداوی کنه در تلاش ازی بودن که مرض کرونا را معاف بسازن. بسازن یعنی در مقابلش معافیت ایجاد کنن چندین شرکت های مثل فایزر و دیگه و دیگه بزرگترین سرمایه دنیا را این مصرف کردن تا اینکه بتونن یک واکسین بسازن تانستن معفق و موفق هم شدن امروز مثلا ما از کرونا چندان ترس و خاص نداره میفهمین این چرا ما اون واکسینی از را که در بدن خود زرق کردیم بدن خوده در مقابل همین مرض آماده ساختیم والا اگر شما این کرونا از بین رفته نرفته نرفت. ویروس ازو در محیط وجود داره پراکنده است اما با مجرد که به بدن ما داخل میشه بدن ما در مقابل از اون معاف است و کسایی که واکسینه نگرفتن میزنیم مراجل از بین میبریم و کسایی که واکسینه نگرفتن بدبختانه اونا سخت م... چی کار باید بکنن خوبی کار در کجاست کسایی که مثلا واکسین نگرفتن خطر ازی وجود داره که مثل کرونا اولی واره پیش از اینا مرض ایجاد شود ما توصیه ما برای جای نمی هست که شما لطفا برین در مراکز خوشبختانه زیاد هم است در هر گوشه و کنار ببینین یک مرکز واکسین کرونا وجود داره شما واکسین بگیرین تا در مقابل کرونا هم چنان معاف شوید خیلی عالی آیا گرفتن واکسین حتمی است کاملا بسیار ساده ای طور گفتم میتونم اگر در مقابل بعضی از امراض ما واکسین نمیشیم میتونه اونم یک مرض بسیار ساده که برای دگا اصلا کشنده نیست به ما کشنده باشه اگر ما یک طفل در مقابل سرخکان واکسین میکنیم مافش میسازیم اگر یک طفل در مقابل مثلا آبچیچک واکسین میکنیم مافش میسازیم بله. اگر یک فرد بزرگ در مقابل کرونا واکسین میکنیم مافش میسازیم اما اگر این فرد واکسین نمیگیره این کاملا مستقیما مصادف به ای است که با مرض مواجه شوه با مو اندازه که در یک فرد اولی خطرناک بوده میتونه به می فردی که واکسین نشده همچنان خطرناک بله دیدگاه مردم نظریات مردم در رابطه با گرفتن واکسین نگرفتن واکسین آن انواع واکسن ها کدام واکسن بگیریم کدامش ازرار داره کدامش فواید داره خیلی می هم شاید نداره نفهمن میخوایم این دوستا هموطنای ما را خانواده عزیز بس بخصوص مادرها را از خلای معلوماتی بیرون کشیده و بفهمانیم که واکسن گرفتنش چقدر فایده داره و ازراری که نداره و شما باید به اطفال خود بیشتر توجه بکنید تا اینکه خدای نخواست اطفالتون از امراض مهلک و خطرناک حفاظت ما در یک جمله میتونم بگویم که واکسین به هیچ صورتش مزیر نیست شما میفهمید امروز دنیا با تکنولوژی بسیار بزرگ و عظیمی که دارن سر واکسینا توری کار میکنن که حتی اندکترین ضرر را برای فردی که میگیره مواجه نسازن جمله اول نظریات از مردم وجود داره ما اکثرا در ماینه خانه مواجه می باشیم در محیط مواجه سیم کارمندای صحی بیچاره که کار میکنن در واکسین به ما میگن که میگیرن بله بله میگن که اگر شما طفل ما را واکسین کنین داینده دا ای مثلا از مردی میفته سکون این جمله بسیار غلط یا به طور مثال این فرد در آینده بی غیرت میشه کاملا غلط تنبل میشه کاملا تنبل میشه ذهنش از بین میبره اینو مفکوره های مردم هست و بدی کار در کجاست چون اکثریتی از مردم ما سواد کافی ندارن در مورد واکسین معلومات کافی ندارن به اونم دلیل حتی مانی میشن که از یا واکسین بگیرن ده. مشوری ما اینمی هست که بزرگوار و مادرایم پدرم هر کسی که مرا بیننده هست اینمی از تلویزیون واضحا میگم که واکسین هیچ ضرر نداره برلوی ازی که ضرر نداره با اندکترین کاری که شما انجام میتین حیات طفلتان را محافظه میکنین حیات خودتان را محافظه میکنین و خودتان در مقابل امراض فوق العاده بزرگ بزرگ میسازین انواع ها که بعض وقتا نامای مشخص است اطفال دوست داشتنی از چی سن که اینا شروع بکنن تطبیق بکنن و هر کدامش در امو وقت و زمان معینش طبعا فواید را میرسانه بله. و افاظت میکنن از طفل ما یک چیزی بسیار خوب وجود داره من در شروع برنامه هم دو صحبت کردم گفتم یک تعداد واکسینا است که به خاطر انتانات وجود داره یک تعداد واکسینا هست که به خاطر سرطان ها وجود داره ما برای انتان وقتی که فرد واکسین میکنیم کوشش میکنیم فرد در مقابل انتون محافظه شود اما واکسینای سرطانی با زمان تدویق میشه که فرد سرطان داره و ما کشش بستن. میکنیم از پیشرفت از او جلو گیری کنیم تقریبا در دنیا فعلا اضافه از 25 نو مختلف واکسینا در مقابل انتانات فوق العاده ساری ساخته شده اه. ما برو انتانات که ساری نیست نمیسازیم ما،, ما اصلا ساخته نمیتونیم دنیا نمیسازن لا. اصلا به خاطر انتانات میسازن که فوق العاده ساری باشه و در زمینش کشنده باشه اما تا هنوز تقریبا حدود دو 25 نو یا اضافه یا کمتر از نو واکسینی که وجود داره انسانها را در مقابل انتانات زیاد محافظه کرده اولین واکسینی هم که ساخته شد در مقابل اسپال پاکس بود فکر کنم بله اگر و اگر من غلط نکنم دقیق بله. و بعد از اونم مثلا این واکسین دیدن که چقدر فایده داره و در طول زمان مخصوصا امراضی که جهانگیر شدن مخصوصا امراضی که با دوا کنترل نشدن مخصوصا امراضی که کشنده بودن و جلوشان گرفته نمیشد راه حل به خاطر از اونها واکسین, واکسین شد بله که خرد بزرگ فرق نمیکنه هر کی بتونه مو نظر و نوی مخصوصی واکسینه باید بسیار زود تشکر از اینکه دعوت ما رو بین از برنامه جدیدتون بگین در آریونا اف ام که کدام موضوعات بیشتر بس میکنین و روزهای مشخص که شنونده ها انتظار هستن و بیشنبه. یک تشکر بسیار خاص از که در این مورد ما را اجازه میتین ما یک برنامه داریم به برنامه شفا در رادیو آریانا 93.5 و این برنامه ما روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت یک الا دو روز نشر میشه. و خوبی از این برنامه ای هست ما موضوعات را کوشش میکنیم صحبت کنیم که تمام مردم از این ضرورت دارن بله و ایتور نمی کنم که مثلا تنها از جلد صحبت کنم تنها از چشم صحبت کنم یا تنها از زیبایی صحبت کنم هر چند مردم افغانستان زیاد موضوعات را توجه میکنن که نمی در حالی که ما کوشش میکنیم امراض تخصصی رو صحبت کنیم سرزی اترام نیست که تنها بر یک دکتر صحبت کنیم هم به دکتر صحبت میکنیم در برنامه هم به افراد عام صحبت میکنیم و در کل هدف ما از برنامه اینمی هست که ما بتونیم معلومات طبی هموطن ما را در حد بلند ببریم از این برنامه توری است مثلا برای یک آدم مفید است برای یک آدم دیگه مفید نیست اما برای آدمی که مفید است به این معنی است که او آدم تکلیف می تکلیف داره بله و ما به او فرد به حدی در موارد معلومات بتیم که خودی از این مورد به حد دکتر باشه که اگر میتونه پیش دکتر بره 5 فیصد در تشخیص خود کمک بکنه چقدر خوب و این برنامه یعنی بسیار واسه هست برای یک ساعت برنامه هست و دی برنامه موضوعات نیست که مثلا بگویم تنها از میده تنها از جل تنها از پای تمام سیستم های بدن هفتوار به شکل سیستماتیک پیش میریم مثلا یک روز از قلب صحبت میکنیم یک روز از خون صحبت میکنیم یک روز از مفصل صحبت میکنیم یک روز از میده صحبت میکنیم باز متاسفانه که در, در افغانستان همه موارد موجود از هر کی از یک آدرس مینالند در بله، که خیلی های بله، بله. ما چرا مبتلا میشن به امراض گوناگون اینا هم ب... 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 دکتر تنها افغانستان نیست تمام دنیا مطالعه هست دلوقتي. و جالب است کتابایی را که ما مطالعه می کنیم از روی کتابایی که ما تداوی میکنیم کنیم کتابای خارجی است ما کدام مرکز تحقیق نداریم اه. تا آن که استاندارد باشه بر ما بگه که اینی مرا هست یا اینی را ما تحقیق کرده می پیدا کردیم این امروزی که در دنیا هست در افغانستان هم عام هست در اما بس... بدبختانه امکان داره شیو زیادتر داشته باشن امکان داره مریض مرحل در مرحله پیش ما مراجعه کنه که در مرحله آخر مرض باشه و دلیل اومده دو بحث است بحث اول ندانستن از مرض که سواد کافی کار داره و بحث دوم دو فقر مه. که زیادتری دوستان ما نظر به نداشتن پول نمیکنن کنن مراجعه حتی با مرحله آخر که رسیدن که از زیست و پای افتادن حالا میگن باز دوصد شاید مرزش داشته باشم که به مراجعه سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و معلومات خوب را ارائه کردید. خانم زنده باشید. سپاسگزار از شما عزیزا که بیننده صبح زندگی از جناب دکتر صبر عبدالستار زرداد متخصص امراض داخله و استاد پاهنتون صحبت‌هاش در رابطه با اهمیت واکسن‌ها شنیدین. شما برنامه‌ش همچنان از آریون اف ام فراموش نکنید روزهای یکشنبه، سه‌شنبه، اگر بخواید در مورد معلومات طبی تا نوزوده شما بیشتر بدارین برنامه زیبای دکتر صبر بشنوین. در ادامه صبح زندگی با ما همراه باشید.